درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه‌ای از مهمترین خبرها. شاهزاده رضا پهلوی به جامعه جهانی هشدار داد که دیپلماسی سازشکاری با جمهوری اسلامی جواب نخواهد داد. خامنه‌ای انتقادهای جهانی به فعالیت‌های هسته‌ای، نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم در جمهوری اسلامی را بهانه‌های دروغین خواند. شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان توماج صالحی را به اعدام محکوم کرد. حزب الله لبنان از حمله موشکی به شمال اسرائیل خبر داد. آمریکا گزارش درباره مذاکره مستقیم با ایران برای احیای برجام را رد کرد. نمایندگان پارلمان اروپا خواهان تحریم بیشتر تهران و تروریستی خواندن سپاه پاسداران شدند. و آمریکا در ازای دریافت اطلاعات از 3 هکر ایرانی جایزه 10 میلیون دلاری تعیین کرده است. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز چهارشنبه 24 اپریل 2024 میلادی برابر است با 5 اردیبهشت ماه سال 1403 خورشیدی. شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با شبکه خبری فرانسوی زبان LCI به جامعه جهانی هشدار داد که دیپلماسی سازشکاری و تلاش برای مذاکره با جمهوری اسلامی راه به جایی نخواهد برد. وی با اشاره به افزایش سرعت توسعه برنامه هسته‌ای تهران در مسیر دستیابی به تسلیحات اتمی گفت در دهه‌های گذشته تلاش‌های زیادی از سوی جامعه بین‌المللی برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی صورت گرفته، اما تحولات نشان می‌دهند که حکومت ایران حاضر به تغییر رفتار خود نیست. شاهزاده رضا پهلوی در ادامه صحبت‌های خود به حمله مستقیم جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل پرداخت و تأکید کرد که باید بین رویکرد مردم ایران و سیاست‌های حکومت در قبال اسرائیل تفاوت قائل شد. به گفته او، تظاهرات مشترک ایرانیان و حامیان اسرائیل در شهرهای پاریس، لندن و برلین در محکومیت حمله جمهوری اسلامی و حمله پرچم دو کشور ایران و اسرائیل در کنار هم نشان می‌دهد که اقدامات تهران را نباید به پای مردم ایران نوشت. شاهزاده رضا پهلوی از اقدام مجلس نمایندگان آمریکا در تصویب بسته کمک امنیتی 95 میلیارد دلاری به اوکراین، اسرائیل و تایوان استقبال کرد و آن را گامی درست در مسیر مقابله با محور روسیه، چین و جمهوری اسلامی دانست. با اشاره به اقدام جمهوری اسلامی در ارسال پهپاد به روسیه و تلاش حکومت ایران برای صادرات ایدئولوژی خود گفت کشورهای غربی باید یک اتحاد راهبردی در برابر تهران و مسکو تشکیل بدهند. شاهزاده رضا پهلوی نسبت به حمله به تأسیسات نظامی ایران هشدار داد و گفت چنین اقدامی میتواند به فاجعه زیست محیطی بیانجامد و زندگی غیر نظامیان را تحت تأثیر قرار بدهد. به ضمن مخالفت با ایده حمله نظامی به خاک ایران تاکید کرد که راه حل بسیار مناسبتر و بسیار کم هزینه تر برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی کمک به مردم ایران برای تغییر حکومت است. امیر رئیسیان فیروزآباد وکیل توماج صالحی امروز چهارشنبه 5 اردیبهشت ماه از محکوم شدن این خواننده زندانی به اعدام خبر داد. رئیسیان به روزنامه شرق گفت شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان در اقدامی که در نوع خود بی سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال 1401 توماج صالحی را اجرایی نکرد و با ارشادی خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی‌الارض به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد. به گفته او، دادگاه انقلاب اصفهان صالحی را به معاونت در بقی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب متهم کرده و این موارد را از مصادیق افساد فی‌الارض دانسته است. صالحی علاوه بر اعدام به مجازات‌های شامل 2 سال ممنوعیت از فعالیت‌های هنری، 2 سال ممنوع خروجی و شرکت در کلاس‌های مدیریت رفتار هم محکوم شده است.
کمتر از دو ماه بعد از اینکه دولت منصوب علی خامنه ای با افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم مخالفت کرد، رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با افرادی که رسانه‌های حکومتی آنها را جمعی از کارگران خواندند، ادعا کرد که برقراری امنیت شغلی کارگران از وظایف مسئولان است. خامنه ای که سال 1403 را جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری کرده، بدون اشاره به مشکلات و تنگناهای معیشتی کارگران، آنها را رکن جهش تولید خواند و گفت با جهش تولید کشور و آحاد مردم ثروتمند می شوند و جیب و دست کارگر پر می شود. خامنه ای توسعه تسلیحات در جمهوری اسلامی را فرصت به دست آمده از دشمنی دشمنان توصیف کرد و مدعی شد که در بخش های دیگر هم از دل فشارها پیشرفت‌های بزرگ به دست آمده است. او با اشاره به جمعیت 40 میلیون نفری کارگران و خانواده‌هایشان اذعان کرد، چنانچه حال جامعه کارگری خوب شود به معنای این است که حال نیمی از جامعه ایران خوب شده است. خامنه ای در ادامه موضوعات مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای، نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم در جمهوری اسلامی را که همواره هدف انتقاد جامعه جهانی بوده، بهانه‌های دروغین خواند و خطاب به کسانی که به کنار آمدن با ایالات متحده توصیه می‌کنند، گفت توقعات آمریکا تمامی ندارد و آنها در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی تبعیت محض می‌خواهند. به همچنین مدعی شد که برخی کشورها ثروت، سیاست و آبرویشان را در اختیار آمریکا گذاشتند، اما نظام اسلامی، غیرت اسلامی و ملت اسلامی تسلیم این زورگویی نمی‌شود. حزب الله لبنان اعلام کرد که شمال اسرائیل را با 10 موشک کاتیوشا هدف قرار داده است. این گروه شامگاه سه‌شنبه در بیانیه‌ای گفت بمباران شهرک مرگلیوت در حمایت از مردم ثابت قدم فلسطینی در نوار غزه و در چارچوب پاسخ به حملات دشمن اسرائیلی به روستاهای جنوب لبنان و منازل غیر نظامی صورت گرفت. روزنامه اسرائیلی هارس شامگاه سه‌شنبه گزارش داد که 10 تا 15 پرتابه شلیک شده به سوی شمال اسرائیل در مرگلیوت سقوط کرده و منجر به قطع شدن برق و به صدا در آمدن آژیر خطر در این شهرک شد. از سوی دیگر خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که در حمله اسرائیل به شهر خنین در استان نبطیه در جنوب این کشور، یک زن و یک کودک 11 ساله کشته شدند. خبرگزاری ملی لبنان افزود که در این حمله یک خانه به طور کامل ویران شد و 6 تن دیگر هم زخمی شدند. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سال 2023 خود درباره ایران نوشت بعد از خیزش زن زندگی آزادی، جمهوری اسلامی، سرکوب حق آزادی بیان، تجمعات مسالمت‌آمیز و زنان مخالف حجاب اجباری را شدت بخشیده است. در این گزارش که روز چهارشنبه منتشر شد، آمده است که جمهوری اسلامی همچنان از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی مخالفان، معترضان و اقلیت‌های قومی استفاده می‌کند. عفو بین‌الملل افزود شمار اعدام‌ها در ایران تا یه سال 2023 در مقایسه با سال پیش از آن افزایش یافته و مجازات اعدام برای اتهامات مرتبط با مواد مخدر تقریبا 2 برابر شده است. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی با مطرح کردن اتهاماتی نظیر محاربه، افساد فی‌الارض، سبرنبی و ارتداد تعدادی را اعدام کرده است. عفو بین‌الملل به اعدام 6 تن در ارتباط با خیزش انقلابی مردم ایران اشاره کرد و افزود آنها در محاکمه‌های ساختگی و ناعادلانه و بر پایه اعترافات تحت شکنجه به اعدام محکوم شدند. وزارت خارجه آرژانتین از پلیس اینترپل خواست احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی را به خاطر مشارکت در بمب‌گذاری سال 1994 در مرکز جامعه یهودیان در بوئنوس آیرس که منجر به کشته شدن 85 تن شد، بازداشت کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه آرژانتین در بیانیه اعلام کرد که احمد وحیدی جزء هیئت ایرانی است که همراه با ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، در حال حاضر از پاکستان و سریلانکا بازدید می
کند. با این حال در تصاویری که در خبرگزاری ها از سفر رئیسی به پاکستان منتشر شده، تصویری از وحیدی دیده نمی شود. آرژانتین از این دو کشور هم خواسته که وحیدی را بازداشت کنند. پیش از این هم سفر احمد وحیدی به عنوان وزیر دفاع دولت محمود احمدی نژاد به بولیوی دردسرساز شده بود و بعد از اعتراض آرژانتین، بولیوی از وحیدی خواسته بود که این کشور را ترک کند. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 4 اردیبهشت ماه گزارش در خصوص از سرگیری مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام را رد کرد. ودان پاتل در جریان کنفرانس خبری و در پاسخ به پرسشی در خصوص گزارش روزنامه کویتی الجریده گفت: من در مورد راه‌های ارتباط خود با ایران ابراز نظر نمی‌کنم، اما می‌بایست بگویم که ما در حال مذاکره مستقیم با ایران در نیویورک یا هر جای دیگری در مورد برجام نیستیم. این روزنامه کویتی به نقل از یک منبع بلندپایه در شورای عالی امنیت ملی ایران نوشته بود که جمهوری اسلامی نامه‌ای از آمریکا دریافت کرده که در آن پیشنهاد از سرگیری مذاکرات احیای برجام بعد از دستیابی به تفاهمات امنیتی داده است. بینندگان عزیز، در لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر برا. با ادویه جوجه کباب صدف، تهیه یک جوجه کباب لذیذ و آبدار خیلی ساده است. گوشت جوجه رو بعد از شستن به اندازه های مناسب میبریم، کمی روغن اضافه میکنیم و ادویه جوجه کباب صدف رو روی اون میپاشیم و بعد همراه با سبزیجات دلخواهمون به سیخ میکشیم. خب آتیش هم که آماده است، حالا جوجه ها رو کباب میکنیم و کمی بعد با لذت نوش جان میکنیم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31 818-344-5050 از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه درکه دربند چلو کباب سفارش میدادیم، غذا بهمون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیر بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. به گزارش رسانه‌های حکومتی در کره شمالی، در اتفاقی کم نظیر یک هیئت از کره شمالی به ریاست وزیر تجارت بین الملل این کشور به ایران سفر کرده است. خبرگزاری مرکزی کره شمالی که رسانه‌ای حکومتی است گزارش داده که یون جونگ هو وزیر تجارت بین الملل روز سه‌شنبه پیونگ یانگ را به مقصد تهران ترک کرد. رسانه‌های کره شمالی توضیح بیشتری در مورد دستور کار این سفر ندادند، اما پیونگ یانگ که در انزوای دیپلماتیک قرار دارد در ماه‌های اخیر تحرکات دیپلماتیک خود را افزایش داده است. سفر هیئت کره شمالی به تهران در حالی صورت می‌گیرد که قدرت‌های غربی نگران همکاری نظامی دو طرف هستند.
نمایندگان پارلمان اروپا روز چهارشنبه 5 اردیبهشت ماه در جلسه‌ای به حمله اخیر جمهوری اسلامی به اسرائیل پرداختند. آنها خواستار اعمال تحریم‌های بیشتر علیه تهران و قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی شدند. برت یان رویسن نماینده هلند در پارلمان اروپا در این جلسه جمهوری اسلامی را نیروی بی‌ثبات کننده اصلی در خاورمیانه توصیف کرد و افزود حمله اخیر حکومت ایران به اسرائیل بار دیگر این موضوع را به اثبات رساند. رویسن افزود جمهوری اسلامی به دنبال حذف اسرائیل از نقشه جهان است و برای تحقق این هدف از گروه‌های نیابتی خود مانند حماس و حزب الله حمایت می‌کند. وی اظهارات پیشین بوررلا در خصوص لزوم وجود یک حکم قضایی برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران مزخرف خواند و گفت بازوی طویل این نهاد نظامی به خاک اروپا هم رسیده است. چارلی بایمرز نماینده سوئد در پارلمان اروپا در جلسه چهارشنبه این نهاد مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را به دروغگویی متهم کرد و گفت بر اساس نظر قضایی محرمانه شورای اتحادیه اروپا نیازی به حکم یک دادگاه اروپایی برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران نیست. بایمر خطاب به بورل افزود شما این سند را در اختیار داشتید و با وجود اینکه از این واقعیت با خبر بودید بی‌شرمانه از قرار دادن نام سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی سرباز زدید. او در ادامه صحبت‌های خود به نزدیک بودن پایان دوره مسئولیت بورل اشاره کرد و به طعنه گفت ملاها قطعاً دلشان برای شما تنگ خواهد شد. دوره مسئولیت بورل به عنوان هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اکتبر سال جاری میلادی به پایان میرسد. روزنامه همیهن در گزارشی به ضرورت برگزاری علنی جلسات دادگاه ها پرداخت و نوشت غیر علنی بودن از نظر افکار عمومی یعنی آرای صادره مشروعیت ندارند. صالح نیکبخت وکیل خانواده مهسا ژینا امینی در همین زمینه گفت تا کنون هیچ دادگاهی برای موکلش برگزار نشده که بخواهد علنی یا غیر علنی باشد. وکیل مهسا ژینا امینی و خانواده‌اش در گفتگو با همیهن از بلا تکلیف ماندن پرونده موکل خود در دادسرا خبر داد. با گذشت حدود 2 سال از قتل حکومتی مهسا به گفته نیکبخت هنوز تحقیقات مورد درخواست آنها انجام نگرفته و تا کنون هیچ دادگاهی برایش تشکیل نشده که بخواهند خواستار علنی برگزار شدن آن شوند. مجلس سنای آمریکا شامگاه سه‌شنبه 4 اردیبهشت ماه بسته 95 میلیارد دلاری کمک به اوکراین، اسرائیل و تایوان را تصویب کرد. بسته مسبب سنای آمریکا شامل 4 طرح است که روز شنبه در مجلس نمایندگان آمریکا با حمایت اعضای 2 حزب دموکرات و جمهوری‌خواه به تصویب رسید. این بسته همچنین شامل طرح قانون مهسا، تحریم خریداران نفت ایران و چند طرح دیگر برای تشدید فشار علیه جمهوری اسلامی است. این بسته با 79 رأی موافق در مقابل 18 رأی مخالف به تصویب رسید. قطر روز سه‌شنبه اعلام کرد که برنامه‌ای برای بستن دفتر گروه افراطی حماس در این کشور ندارد. به نوشته خبرگزاری فرانسه این مطلب را ماجد الانصاری سخنگوی وزارت امور خارجه قطر روز سه‌شنبه 4 اردیبهشت ماه اعلام کرد و افزود تا زمانی که حضور رهبری سیاسی حماس برای تلاش‌های میانجیگری جهت پایان دادن به جنگ در غزه مفید باشد در دوحه باقی خواهند ماند. مقامات انتظامی روسیه تیمور ایوانوف معاون وزیر دفاع را به ضمن رشوه‌گیری بازداشت کردند. این مقام ارشد 49 ساله موضوع تحقیقاتی بود که در دسامبر سال 2022 توسط بنیاد مبارزه با فساد الکسی ناوالنی منتشر شد. بر اساس این تحقیقات ایوانوف به برپروژه‌های ساختمانی در شهر ماریوپول اوکراین نظارت داشته و از آنها سود می‌برده است. این تحقیقات نشان داد که ایوانوف و همسرش بیش از 1 میلیون یورو را صرف تعطیلات، اجاره ویلا و قایق تفریحی، جواهرات و لباس کردند. تحقیقات همچنین نشان می‌دهد که صورتحساب‌های شخصی همسر ایوانوف توسط شرکتی که در بازسازی ماریوپول فعالیت می‌کرده پرداخت شده است.
گزارش های رسیده از آمریکا حاکی است که درگیری بین معترضان طرفدار فلسطینی ها و دانشگاه های هر دو بخش شرق و غرب ایالات متحده تشدید شده و پلیس ده ها تن را در دانشگاه کلمبیا بازداشت کرده است. گزارش روز چهارشنبه 5 اردیبهشت خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید صدها تن در اعتراض به جنگ در نوار غزه در دانشگاه کلمبیا در نیویورک چادر زدند و ده ها تن هم در داخل دو ساختمان دانشگاه کالیفرنیای شمالی سنگر گرفتند. دانشجویان معترض خواستار قطع روابط مالی دانشگاه‌های آمریکا با اسرائیل یا جنگ غزه هستند. پلیس آمریکا در روزهای اخیر ده ها تن را به اتهام اخلال در قانون بازداشت کرده است. برنده برنامه بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. درست انتخاب کنید. هیدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 HeyderiLawGroup.com. خبرها رو دنبال میکنیم. وزارت دادگستری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که با ده‌ها قربانی لاری نصار، پزشک سابق ورزشکاران ژیمناستیک المپیک ایالات متحده، به توافق 138 میلیون و 700 هزار دلاری رسیده است. این رقم همراه با غرامت‌هایی که سازمان‌های مختلف پذیرفتند به منظور جبران آسیب وارده به صدها زن قربانی نصار پرداخت کنند بالغ بر 1 میلیارد دلار است. لاری نصار که در حال گذراندن حبس به دلیل آزار جنسی ورزشکاران زیر نظر خود است، به مدت 18 سال پزشک اصلی تیم‌های ملی و المپیک ژیمناستیک آمریکا بود و یک دادگاه فدرال در سال 2017 او را به 60 سال زندان محکوم کرد. این پزشک در سال 2018 نیز در دو محاکمه جداگانه در ایالت میشیگان به دلیل آزار و اذیت ورزشکاران زن ژیمناستیک به ترتیب به 175 سال و 125 سال زندان محکوم شد. برنامه پاداش برای عدالت علیه 3 هکر ایرانی متهم به انجام فعالیت‌های مخرب سایبری علیه آمریکا، نفوذ سایبری به 12 شرکت آمریکایی و همچنین تلاش برای نفوذ به سامانه‌های کامپیوتری وزارتخانه‌های خارجه و خزانه‌داری ایالات متحده جایزه 10 میلیون دلاری تعیین کرد.
صفحه توییتری برنامه پاداش برای عدالت وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار تصاویر این افراد، هویت سه هکر ایرانی را حسین هارونی، کمیل برادران سلمانی و رضا کاظمی پر اعلام کرده است. همچنین این صفحه از افراد خواسته تا اگر اطلاعات دیگری از شرکت‌های پوششی فعال در ایران از جمله داده افزار آرمان، داده پردازان شرق، محک رایان افزار و یا هر فرد در نهاد مرتبط با این افراد در اختیار دارند با آنها به اشتراک بگذارند. مطابق گزارش منتشر شده این سه هکر ایرانی با همکاری و هدایت شرکت‌های نیابتی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حملات سایبری انجام دادند. بینندگان عشوان به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوش رو براتون بزرگ.